در این قسمت از آموزش ادامه مطالب مقدماتی ورود به محیط اسکش رو میخوایم یاد بگیریم من اینجا پارت رو انتخاب میکنم بعد از اینکه پارت رو انتخاب کردیم یکی از این صفحات رو انتخاب میکنیم و میتونم روی دکمه اسکش کلیک کنم تا وارد محیط اسکشر بشیم ما داخل محیط اسکشر باید قید گذاری رو حتما انجام بدیم در قسمت قبلی در رابطه با فولی بودن صحبت کردیم در این قسمت میخوایم این موضوع رو کامل تر یاد بگیریم همین هم یه دونه مستطیل ترسیم میکنم همونطور که مشاهده میکنید ما چهار تا قید رو به صورت پیشفرز روی این مستطیلمون داریم که این قیدها ها قید افقی بودن یا عمودی بودن رو به ما نشون میدن من روی این خط که کلیک میکنم در این قسمت ریلیشنزش رو به ما نشون میده و نشون میده که چه قیدی روی اون اعمال شده و چه ارتباطی بین این قید و خط وجود داره که به ما میگه این قیدمون به صورت افقی هست و این خطمون دیگه از حالت افقی به هیچ عنوان خارج نمیشه همونطور که مشاهده میکنید من حتی این نقطه آخر رو هم بگیرم خطمون بالا پایین میشه ولی زاویش تغییر نمیکنه. این موضوع خیلی مهمه و بهش لطفا توجه داشته باشید پس ما باید قیدگذاری رو جوری انجام بدیم که تمام شکلمون کاملا فولی بشه و به رنگ مشکی در بید. اما قیدگذاری به چند روش انجام میشه یکیش که ابزار اندازه گذاری هست که ما میتونیم قسمت های مختلف رو اندازه گذاری کنیم و شکلمون رو فولی کنیم قسمت بعدی اینه که ما مثلا بیایم روی شکلمون انتخاب کنیم و در این قسمت اد ریلیشن رو انتخاب کنیم و قید مورد نظر بهش اعمال کنیم ما میتونیم قید هایی که اعمال کردیم رو هم به راحتی پاک کنیم برای پاک کردنش من توی این قسمت راست کلیک می و دیلیت رو انتخاب می این قسمت دیگه قید خاصی رو نداره برای تمام قسمت ها همین کار رو انجام میدیم. دیم بعدی وجود داره در رابطه با پاک کردن قیود که ما در این قسمت ابزار دیسپلی دیلیت Relations رو انتخاب میکنیم و میتونیم قیدهای های موجود داخل اسکشمون رو انتخاب همونطور که مشاهده میکنید قسمت کل اسکچمون انتخاب میشه و هر چی قید داخل این اسکچمون وجود داره در این قسمت انتخاب شده ما میتونیم قسمت مورد نظر رو انتخاب کنیم و قسمت سلکتد برای ما انتخاب میشه و قید موجود داخل این المانی که ما انتخاب کردیم انتخاب میشه ما اینجا میتونیم دیلیت رو بزنیم یا کل اسکش رو انتخاب کنیم دیلیت ها رو بزنیم و تمام قسمت ها برای ما پاک بشه پس این قسمت هم خیلی به ما کمک میکنه که میتونیم قیود رو در این قسمت پاک کنیم یا بذاریم باشه این تیک رو هم میزنیم اوکی میکنیم و اسکشمون بدون قید انتخاب میشه حالا ما این گوشه ها رو بگیریم همونطور که مشاهده میکنید ما میتونیم زوایای مختلف رو به این شکلمون اعمال کنیم اما قیدگذاری گذاری به چه صورتی انجام میشه ما به راحتی میتونیم روی خطمون کلیک کنیم یه شورتکاتی در این قسمت باز میشه که ما میتونیم اونو افقی، عمودی و به صورت کامل فیکسش کنیم یا اندازش رو وارد کنیم. من اگه بیام مثلا افقیش کنم قید اعمال میشه در این قسمت میام اینو عمودی میکنم قیدمون اعمال میشه در این قسمت هم میام عمودیش میکنم حالا این گوشه رو بگیریم زاویه تغییر نمیکنه و ابعاد و اندازه است که تغییر میکنه. این نواد اندازن با ابزار اندازه گذاری به راحتی وارد میشه و مشکلی وجود نداره این قسمت هنوز زاویهش تغییر میکنه چرا که ما بهش قید ندادیم این اندازه هم که طبیعی تغییر کنه برای اینکه ما برای این قسمت هم قید بدیم من اینجا انتخاب میکنم میتونم در این قسمت مثلا قید فیکس رو انتخاب کنم یا زمانی که ما این قسمت رو انتخاب میکنیم داخل قسمت لاین پراپرتیز میتونیم تنظیمات مربوط به خطمون رو داشته باشیم مثل عباد اندازه مثل زاویه و مثل قیودی که میتونیم بهش بدیم من میام اینو فیکسش میکنم این قسمت الان فیکس شد و دیگه تغییر نمیکنه فقط ابعاد و اندازش تغییر میکنه نه زاویهش تغییر میکنه نه به سمت بالا و پایین میره چرا حالا ابعاد اندازش تغییر میکنه ولی بالا پایین نمیشه از اونجایی که داخل سالید بوکس خطوط ما به صورت پاره خط هستن نقاط ابتدا و انتهاش هم فیکس باید بشه یا باید قیدگذاری بشه برای اینکه این خطمون کاملا فیکس بشه ما این نقطه رو میتونیم انتخاب کنیم حتی نقطه رو هم میتونیم فیکسش کنیم این قسمت الان فیکس نیستش این قسمت فیکس شده من میتونم این نقطه رو هم انتخاب کنم این قسمت هم فیکس کنم و شکل ما به صورت کلی فیکس شد و در این قسمت فقط به سمت بالا و پایین میره چرا که این خطمون و این نقاطی که اینجا وجود داشت فیکس نشده به راحتی من میتونم این نقطه رو هم بیامو. و فیکسش کنم و شکلمون فولی میشه به این شما پیشنهاد نمی کنم به این روش قید گذاری رو انجام بدید چرا که فیکس کردن اولویت آخر ما هستش ما باید با ابعاد اندازه بیایم فیکس کردن رو انجام بدیم یعنی پولی کردن و با عباد اندازه باید ما بیایم انجام بدیم نه اینکه بیایم خط رو به راحتی انتخاب کنیم و فیکس رو داشته باشیم داخل موارد خیلی کمی ما از قید فیکس استفاده میکنیم و این قید رو روی اشکالمون پیاده میکنیم و در ادامه به اون موارد هم اشاره خواهیم کرد در مواردی که مثلا ما شکل حدودی رو کشیدیم و همون شکل رو میخوایم داشته باشیم ابعاد و در رابطه با اون شکل وجود نداره شما شکلی رو طراحی کردید میدونید که ابعاد اندازش درست هستش ولی بخواید اندازه گذاری انجام بدید زمان بر خواهد بود پس به خاطر همین میایید و قیدگذاری گذاری رو به صورت قید فیکس انجام بدید و شکلتون رو فولی میکنید پس ما با این قسمت هم آشنا شدیم به راحتی میتونیم در این قسمت لاینمون انتخاب کنیم و قیدش اینجا انتخاب کنیم و پاکش کنیم یعنی اینکه بیایم از قسمت دیسپلی دیلیت انتخاب کنیم و بیایم قیدهای های کل شکلمون یا اینکه قسمت انتخابی رو انتخاب کنیم و قیدهای مربوط به اون رو به راحتی در اینجا پاک کنیم یا دیلیت آل رو بزنیم یا دیلیت خالی رو در این قسمت انتخاب کنیم پس قیدگذاری گذاری یکی از مهمترین مواردی هست که ما باید بهش توجه کنیم ما یک فصل رو در رابطه با قیدگذاری خواهیم داشت و در رابطه با قیدگذاری بیشتر صحبت در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ ما قسمت و بعد میخوایم در رابطه با ابزارهایی که اینجا وجود داره صحبت کنیم و تمرین ها رو با همدیگه شروع کنیم